صبح خير، اسمي من لوكا كورسواتست. من نقطة قانونية بزشكي برای ایوام ایتالیا هستم. با عنوان دفتر ایوام ایتالیا مهم دانستم که این ویدیو کوتاه را ایجاد کنیم تا به شما برخی از اطلاعات ساده در مورد کرونا ویروس جدید و برخی از راهنمایی برای جلوگیری از آن سرایت. کرونا ویروس خانواده بزرگ از ویروس ها هستند که ممکن است باعث ایجاد بیماری در حیوانات و انسان شوند. در انسان کرونا ویروس ها باعث عفونت های تنفسی مثل سرماخوردگی و یا بیماری های شدید تر می شوند. کووید 19 نوع بیماری عفونی ناشی از ویروس کرونا است که اخیرا کشف شده است. کو مخفف کرونا، وی مخفف ویروس و دی مخفف دیزیز. 19 هم سالی که این بیماری کشف شده است. این ویروس جدید و این بیماری تا قبل از شیوع این بیماری در شهر ووهان چین در ماه دسامبر سال 2019 شناخته شده بود. شایع‌ترین علائم آن تب، خستگی و سرفه خشک است. در موارد خیلی شدید این عفونت می تواند باعث زاد یلریا، سندروم های تنفسی و حتی منجر به مرگ شود. در حال حاضر تحقیقات بر روی ویروس کووید 19 بر روی انسان در حال انجام است. افراد مسن و افرادی که دارای مشکلات پزشکی اساسی مانند فشار خون بالا، مشکلات قلبی، بیماری های تنفسی، سرطان و دیابت هستند بیشتر احتمال دارد به این بیماری مبتلا شوند. تا به امروز هیچ واکسین و یا داروی خاصی برای جلوگیری یا درمان کووید 19 وجود ندارد. به این حال افرادی که به این بیماری مبتلا می شوند باید از مراقبت های مناسب برخوردار شوند و افرادی که دچار بیماری شدید شدند باید تحت مراقبت های ویژه قرار بگیرند. بیشتر افرادی که به این بیماری مبتلا شدند بهبودی کامل یافتند. تحقیقات برای کشف واکسن و کشف دارو برای درمان این بیماری همچنان ادامه دارد. با اقدامات خیلی ساده می توانید خطر ابتلا به ویروس کووید 19 را کاهش دهید. دست هایتان را به طور مرتب با آب و صابون بشویید و یا با مواد های الکل ضد عفونی کنید. شما با این کار ویروس هایی که ممکن است در دستتان باشد از بین میبرید. فاصله ایمنی حداقل 1 متر را با افراد حفظ کنید. این ویروس در قطرات مزاق وجود دارد و در فاصله نزدیک هنگام نفس کشیدن از فرد به فرد دیگر منتقل شود. به خصوص هنگامی که فرد سرفه یا عطسه می کند و یا تب دارد. از نشانه های مهم دیگر از لمس کردن چشم ها، بینی و دهان جدا بپرهیزید، زیرا دست ها سطوح مختلف را لمس می کند و ممکن است حاوی ویروس باشد و با تماس دست با چشم ها، بینی و دهان ممکن است این ویروس وارد بدن شود و فرد را بیمار کند. اطمینان حاصل کنید که شما و افرادی که اطراف شما هستند بهداشت تنفسی را رعایت می کند. در هنگام سرفه کردن و عطسه کردن دهان و بینی خود را با دستمال های یک بار مصرف بپوشانید و در صورت نبودن آنها با خمیدگی آرنج بپوشانید و خیلی سریع دستمال را در سطل زباله بیندازید، زیرا حاوی ویروس است و ممکن است این پخش شود. برای رعایت بهداشت تنفسی مناسب از ابتلای افرادی که در کنار شما هستند به ویروس های مانند سرماخوردگی و کووید 19 محافظت میکنید. از دست دادن و در آغوش کشیدن همدیگر جدا بپرهیزید. در حد امکان در خانه بمانید و از دستورات مقامات پیروی کنید. اگر تب دارید و یا سرفه می کنید و یا دچار مشکلات تنفسی هستید با پزشک خانوادگی تان تماس بگیرید و مطمئن باشید او به بهترین شکل ممکن شما را راهنمایی می کند. به این ترتیب هم از خودتان محافظت کرده اید و هم از انتشار ویروس جلوگیری کرده اید. از توجه شما متشکرم. امیدوارم که این اطلاعات کوتاهی برای شما مفید باشد تا بتوانید این لحظه را بهتر مدیریت کنید. تا در سر وقت همه به خوبی بیرون شوید.